بعضی از ساکنان اورشلیم گفتند مگر او همان آدم نیست که او را کشتن می خواهند؟ بینید او روی راست تعلیم می دهد و کسی به او چیزی نمی گوید. نخواد سرداران قائل شده باشند که او حقیقتاً مسیح است. ما باشیم از کجا بودن این آدم را می دانیم، اما وقتی که تعیین شده خدا می آید از کجا بودن او را هیچ کس نمی داند. آنگاه عیسی که در معبد خدا مشغول تعلیم دهی بود خطاب کرده گفت: شما مرا و از کجا بودنم را می دانید؟ من از نام خودم نامدم. کسی که مرا فرستاده است حق است. شما او را نمی شناسید، ولی من او را می شناسم، چون که من از پیش او آمدم و او مرا فرستاده است. سپس آنها خواستند او را دستگیر کنند، ولی از سبب آنکه وقت او هنوز نرسیده بود کسی به او دست نرساند. با وجود آن از بین مردم بسیاری ها به او ایمان آورده می گفتند: وقتی که مسیح می آید مگر از این آدم بیشتر معجزه نشان داده می تواند؟ فریسیان شنیدند که مردم در بین خود درباره عیسی چنین سخنها را می گویند. بعد آنها و کاهنان کلان برای دستگیر کردن عیسی پاسبانان معبد خدا را فرستادند. آنگاه عیسی گفت: باز کمی وقت با شما میمانم و بعد به نزد فرستنده خود برمیگردم. شما مرا جستجو میکنید اما نمییابید. به آن جایی که من میروم شما آمدن نمیتوانید. راهبران یهودی به یکدیگر گفتند: او به کجا رفتن میخواهد که ما او را یافته نمیتوانیم؟ آیا او برای تعلیم دادن غیر یهودیان به شهرهای آنها رفته نیست که مردم ما نیز آنجا زندگی میکنند؟ او سخنان شما مرا میکوبد اما نمییابد و به آن جایی که من میروم شما آمدن نمیتوانید گفته چرا در نظر دارد؟ در روز آخرین و مهمترین عید عیسی از جایش برخیسته با آواز بلند اعلان کرد: کسانی که تشنند نزد من آیند و بنوشند. در نوشتجات گفته شده است که از باطن آن کسی که به من ایمان می آورد دریاهای آب حیات جاری می شوند. او روح را در نظر داشت که هر کی به عیسی ایمان آورد آن روح به وی داده خواهد شد. روح هنوز داده نشده بود، زیرا عیسی هنوز صاحب تمام شهرت و جلال خود نگردیده بود. بعضی از مردم سخنان او را شنیده گفتند: این شخص در حقیقت همان پیغمبر است که ما انتظارش بودیم. این مسیح است، می گفتند دیگران. بعضی دیگران می گفتند: مسیح هرگز از جلیل پیدا نمی شود. آخر در نوشتجات گفته شده است که مسیح باید از اولاد شاه داوود و از دهه بیت لحم که زادگاه داوود بود بیاید. اینک در بین مردم درباره عیسی جنجال برخاست. بعضی ها می خواستند که او را دستگیر کنند، لیکن هیچ کس به او دست نرساند. وقتی که پاسبانان به نزد کاهنان کلان و فریسیان برگشتند، از پاسبانان پرسیدند: چرا او را نآوردید؟ پاسبانان جواب دادند: کسی هرگز مانند این شخص سخن نگفته است. فریسیان با آنها گفتند: نخواد او شما را هم گمراه کرده باشد. مگر کسی از سرداران یا فریسیان با او ایمان آورده است؟ مردم باشند از شریعت بیخبر و لعنت زدند. اما یکی از آنها نیکودیموس که پیشتر به نزد عیسی آمده بود با آنها گفت: آیا از روی شریعتمان ما کسی را نشنیده و کاری کرده اش را معین نکرده
با او حکم می براریم؟ آنها جواب دادند: چی، مگر تو هم از جلیل هستی؟ نویشتجات را بیاموز و می بینی که از جلیل پیغمبر برآمدن نمی تواند. آنگاه همه به خانه هایشان رفتند.